سازمان همکاری کشورهای اسلامی کار عملی پروژه های نیمه کارش را در افغانستان از سر میگیرد. سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید که امارات متحده عربی، قطر و کویت پروژه های نیمه کار در افغانستان دارند و معاون سازمان همکاری کشورهای اسلامی در دیدار خود با سرپرست وزیر اقتصاد تعهد کرده است که در گام نخست کار این پروژه ها را در افغانستان آغاز خواهد کرد. هدف از دیدار معاون سازمان همکاری کشورهای اسلامی با سرپرست وزیر اقتصاد بهبود همکاری اقتصادی، کمک های بشردوستانه و سرگیری پروژه های نیمه کاره در افغانستان است. کشور قطر، کویت و امارات متحده عربی قبلا یک تعداد پروژه انکشافی را در بخش های مختلف تطبیق نموده بودند. اکیو پروژه اکثریتشان در حالت نیمه کاره باقی مانده بود و تکمیل نگردیده. اولویت دادن تا این پروژه دوباره کارشان آغاز شود و تکمیل شود. وزارت مالیه امیدوار است که با اثرگیری فعالیت سازمان همکاری کشورهای اسلامی در افغانستان شمار پروژه های جدید اعضای این سازمان در افغانستان افزایش یابد. حال که سازمان پس آماده همکاری های از سر شروع کرده، ما امیدوار هستیم که بانک همکاری های اسلامی و بتانه اینج پروژه های عامل منفیت، پروژه های انکشافی برای مردم افغانستان شروع کنه. برخ آگاهان مسائل اقتصادی از سرگیری فعالیت سازمان همکاری کشورهای اسلامی را در افغانستان گام برای ایجاد زمینه کار به باشنده های کشور می دانند. اقدام به این امر چند چیز خوبتر است. اول آسان از دو کار زود خلاص میشه، دوم باور ایجاد میشه، سوم کار ایجاد میشه، مصرف بلند میره و در حقیقت انگیزه های تولید ایجاد میشه و باورهای بین المللی ایجاد میشه. حکومت افغانستان باید از این سازمان من حیث یک ابزار سیاسی استفاده کند، به خاطری که OIC باید فشار، یا سازمان همکاری اسلامی باید فشار وارد کنه سر کشورهای اسلامی که افغانستان را به رسمیت بشناسند. جدا از پروژه های سازمان همکاری کشورهای اسلامی، همکنون صدها پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی که از سوی بانک جهانی تمویل میشد نیمه کاره باقی مانده است. در این مورد گفتگوی هم داریم با آقای رضا رفعت، استاد دانشگاه. آقای رفعت سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. این پروژه های نیمه کاره کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در افغانستان کدام پروژه ها هستند؟ ببینین، ما از در طول 20 سال از کشورهای مختلف و میتونه کشورهای اسلامی پروژه های متعددی داشتیم در زمینه بازسازی و عمران، و این پروژه ها در جهت به اصطلاح در جهت زدایش فقر است و در جهت زدایش مشکلات مردم افغانستان، از جمله به اصطلاح رساندن منابع اصلی و منابع به اصطلاح بسیار حیاتی برای افغانستان است، از رساندن آب و به اصطلاح امکانات ابتدایی گرفته تا به اصطلاح مسائل دیگه در جهت به اصطلاح کمک به حکومتداری افغانستان. آیا کارهای عمرانی هم مربوط این پروژه ها می شود یا در مشمول این پروژه ها هستند؟ ببینید، بیشتر کارهایی بودن در جهت همکاری ها، در جهت همکاری هایی که می تانه در جهت بهبودی حکومتداری کمک بکنه، اما بیشتر فوکس کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در جهت صاف بوده تا از جهت هارد. این پروژه ها چه زمان آغاز شده بود که تا اکنون تکمیل نشدند؟ ببینین، پروژه ها یک تعداد پروژه هایی هستند که از مدت مدیدی به این سو تحت کار بودن، و اما پروژه های دیگه ای بودن که در اواخر حکومت گذشته اینا آغاز شدن و اینا هنوز ماندن. نه تنها این پروژه ها، بلکه پروژه های متعدد دیگه ای هست که در سطح ملی و خاصتا در سطح بین المللی هم اهمیت داره، که اینا هم از پروژه هایی هستند که مورد حمایت، به نحوی مورد حمایت سازمان همکاری های اسلامی بوده. بنابراین گفته میشه که سازمان همکاری های اسلامی در به اصطلاح باز شدن و در دوباره رونق گرفتن این پروژه ها و در به اصطلاح باز آوردن این پروژه ها میتونه نقش بسزایی داشته باشه. آیا میدانید که با چه مقدار پول این پروژه ها قابل تطبیق در افغانستان بوده که تا هنوز تکمیل نشده؟ البته در این زمینه دیتای به اصطلاح خاص وجود نداره، البته وجود داره اما متاسفانه در
بعد از اینکه حکومت سابق سقوط کرد، دیتا و معلوماتی که در سایت ها وجود داشت، در سازمان های اداری، سازمان های دولتی وجود داشتی، دیتا ها وجود نداره. اما گفته میشه که می پروژه ها به اصطلاح مبلغ هنگفتی را به خود اختصاص داده و بنابراین ایجاب میکنه که پروژه ها دوباره باز به اصطلاح از سر گرفته شود یا کارهایی که قبلا مانده این کارها باز دوباره آغاز شود و پروژه ها ختم شود. بنابراین این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امیدوارم که در این راستا کارهای جدی و اساسی صورت بگیره. از پروژه آبرسانی گفتید، این پروژه چگونه و در کجا تطبیق می شود؟ ببینین این پروژه چیزی نیست که آدم بگویه که مثلا در کجاها. ببینین اینا به عنوان خودش کاتالیست های کار کردن، سازمان همکاری اسلامی، اینا تانستن به اصطلاح در بخش های مختلف افغانستان، در نقاط مختلف افغانستان سرزی پروژه ها کار بکنن. و شیوه کارشان چگونه بوده تا حال حداقل؟ در گذشته ها شیوه کارشان به صورتی بوده که به اصطلاح بیشتر همونطور چیزی که ما میگیم کمیونیتی بیست منیجمنت بوده، به این معنا که بیشتر کارشان مربوط میشده به مردم و مردم از طریق مردم اینا میتونستن با ایجاد نهادهای در قرا و قصبات اینا کارهایشان انجام بدن. به این معنا که شیوه اینا بیشتر مردم محور بوده تا به اصطلاح حکومت محور. با توجه به اینکه کمک هایی هم داشتن که از طریق حکومت افغانستان تمویل می شده و از طریق حکومت افغانستان تطبیق می شده است. آیا تکمیل این پروژه هایی که شما برشمردید می تواند حداقل اثر روی وضعیت کنونی اقتصادی مردم افغانستان داشته باشد؟ ببینین افغانستان ما و شما، کشور ما و شما در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی نیاز حتی به کمک های بسیار کوچک هم دارد. به این معنا که میتونه یک NGO، حتی یک نشنال NGO یا یک به اصطلاح یک NGO ملی هم میتونه کمک بکنه و تأثیر گذار باشد. یعنی به این معنا که در شرایط کنونی هر کسی و هر چیزی که در افغانستان در جهت بهبود وضعیت مردم یا در جهت حداقل مشکلات مردم افغانستان به اصطلاح تطبیق شود، این مؤثر است. ولی حداقل با توجه به پهنای بحران اقتصادی کنونی افغانستان میتوانه که به این پروژه های خرد و کوچک هم دل بست که در وضعیت تغییر ایجاد کنند؟ ببینین امروز نهادهای ایجاد می شود در جهت حمایت از فقرا، اینا غذا توزیع می کنند، نان توزیع می کنند، به اصطلاح مواد خوراکی توزیع می کنند. اینا کاری نه تنها به اصطلاح کاری کمی نیست، هم کاری بزرگی است با توجه به شرایط. اما وقتی که شما وقتی موضوع رو میکشین به سطح ملی که ای بتونه به اصطلاح در جی دی پی ما و شما تاثیر بگذاره، سر اقتصاد کلی ما و شما تاثیر بگذاره، در این مورد شک و شبهه وجود داره. با توجه به اینکه مشکلات عظیم است، به اصطلاح مشکلات حاد است، این نمیتونه به اصطلاح تاثیر بسیار زیادی در جهت به اصطلاح رفع مشکلات اقتصادی در سطح کلان، در سطح جی دی پی داشته باشه. اما مسلما این میتونه یک مرهم کوچکی بر زخم مردم افغانستان باشد و نگفته نماند که این میتونه یک به اصطلاح حضور سازمان کنفرانس های اسلامی و بازگشایش دفتر زنا و میتونه ملاقات معاون زنا با طالبا و با حکومت افغانستان، این میتونه زمینه ساز یک تغییر دیگه باشد، زمینه ساز ازی باشد که بیتونه کشورهای دیگه در کشورهای داخل در افغانستان، خاصتا کشورهای اسلامی رو ترغیب بکنه که اینا بیشتر در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. آن وقت است که ما میتوانیم امیدوار باشیم که به اصطلاح نقش سازمان همکاری های اسلامی در افغانستان به اصطلاح مهم و برجسته تر میشود. در طی این 20 سال و اکنون همچنان کشورهای اسلامی چه همسایه افغانستان و منطقه آنچنان کمک های قابل ملاحظه ای را برای افغانستان نداشتند که بخشی از وضعیت اقتصاد مردم افغانستان را تغییر داده باشد. پس از این هم فکر می کنید که این کشورها کمک های آنچنانی که انتظار می رود را با افغانستان خواهند داشت؟ بیاین از این دید ببینیم که سازمان همکاری اسلامی دومین سازمان بزرگ بین المللی در سطح جهان است. در حدود 1.4 میلیارد. درست آقای رحمت، این سازمان اکنون ایجاد نشده و پیش از این هم وجود داشته،
اما بحث بحث بزرگی سازمان نیست، بحث آنچه است که افغانستان اکنون مردم افغانستان و حاکمیت همچنان انتظار دارد که این کشورهای اسلامی که به نام متحد حاکمیت کنونی هم متحدشان شمرده می شود باید انجام بدهند. دقیقا من فکر میکنم که ما در دو بودی بحث را میتونیم بررسی بگیریم. یکی بحثی است که این کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اینا میتونن مستقیما کمک بکنن، مستقیما کمک های مالی و کمک های بشر دوستانه است، یک این بحث است. و بحث دیگه ای که ما و شما به صورت جدی ضرورت داریم این است که اینا میتونن به عنوان لابی های بزرگی برای حاکمیت موجود کمک بکنن. ببینید در نشست گذشته اینا ادعا کردن و اینا متعهد شدن که در جهت بازگشایی 9.5 میلیارد دلار افغانستان اینا لابی میکنن. بنابراین لابی کردن یک بحث است که میتونه در جهت به اصطلاح آوردن کمک ها به اصطلاح افغانستان یاری برسانه. و بحث دیگه ای که اهمیت داره که چیزی که شما میشاره کردین این است که سازمانی همکاری اسلامی قبلا نتونسته به اصطلاح نقشی اساسی خود را که در کشورهای دیگه بازی کرده در افغانستان بازی بکنه. بنابراین ما امیدوار به این هستیم با توجه به شرایط افغانستان اینا بتونن نقش برجسته‌تر بازی بکنن و نقش فعال‌تر از این به بعد بازی بکنن. اینا ادعا کردن و مدعی شدن و تعهداتی هم در نشست قبلی در پاکستان انجام دادن که بتونن بیشتر مؤثر تمام شدن. بنابراین ما از این دید میبینیم که نسبت به شرایط کنونی، نسبت به وضعیت کنونی که افغانستان کم کم از چشم ها افتاده، میتونه حداقل حضور کشورهای اسلامی یا حضور سازمان همکاری اسلامی بتونه در جهت به اصطلاح مشکلات افغانستان حداقل مرحله کوچکی باشد. شما گفتید اکمال پروژه های نیمه کاره کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی نظر کویت و امارات و همچنان قطر آنچنان تغییری در وضعیت ایجاد نخواهد کرد. پس برای تغییر در وضعیت به صورت کل چه کار باید صورت بگیرد؟ ببینین وقتی که ما و شما صحبت از تغییر صحبت میکنیم، مسلما این تغییر ما و شما میتونیم در به اصطلاح در سطح کوچک ببینین، در سطح یک ولسوالی و قریه و اینا، یا یک تغییری مثلا در سطح کلان. اگر قرار است که ما سر تغییر در سطح کلان صحبت میکنیم، آنجا هست که ما باید بریم بر طرف گورننس و بر طرف حکومتداری. من فکر میکنم در بحث کلان اگر شما تغییر مد نظر شما باشد، ما ضرورت به این داریم که ما بتونیم یک به اصطلاح حکومتداری که بتونه به اصطلاح با در نظر داشتی خواستهای مردم، با در نظر داشتی آرزوها و با در نظر داشتی نیازهای مردم کار بکنه، این ایجاد بکنیم. این ضرورت اساسی و ابتدایی است. بنابراین در اینجا آن چیزی که ضرورت است این است که ما بتونیم اونمو لژیتیمیسی یا اونمو مشروعیت درونی و مشروعیت بیرونی رقص کنیم. مشروعیت درونی در گروه ازی هست که ما بتونیم چطور مردم را در مسائل افغانستان، در موضوعات افغانستان، خاصتا در پالیسی هایی که در به اصطلاح در افغانستان مطرح میشه، در پلانگذاری ها اینا رو سهم بکنیم. آنجا هست که مردم خود میتونن در جهت به اصطلاح بازسازی و در جهت بهبودی و در جهت شکوفایی وطن کار بکنن. بحث دیگه برمیگرده به اصطلاح مشروعیت بیرونی یا مشروعیت بین المللی. در مشروعیت بین المللی اون چیزی که ما ضرورت داریم این هست که ما با در نظر داشت پرینسیپل هایی که وجود داره، ما با در نظر داشت استاندارد هایی وجود داره، ما با در نظر داشت قواعدی که وجود داره در سطح بین الملل با اونها کار بکنیم. به این معنا که ما در تعامل با جهان کار بکنیم به جای اینکه ما در تضاد با جهان کار میکنیم. به این معنا من فکر میکنم که به اصطلاح شرده هایی که گذاشته شده هم از طریق هم از جامعه جهانی و هم خاصتا کشورهای اسلامی و خاصتا کشورهای به اصطلاح همسایه ما و شما، ما به اینا تن بتیم، ما با اینا در تعامل واقع شویم، ما با اینا در به اصطلاح در گفتگو و در یک روابط دیپلماتیکی به اصطلاح مثبت واقع شویم، اون است که ما و شما یک تغییر آورده میتونیم. اما در بحث کوچک میتونه این تغییرات رو ما شاهد باشیم. حداقل مثلا ما امروزه در شرایط قرار داریم که به اصطلاح مردم ما و شما اولادای خود را، اطفال خود میفروشن. آنجا هست که در شرایط کنونی وقتی که ما و شما با این وضعیت مواجه هستیم، حداقل مرهمی که به این زخمم کمک بکنه از طرف ما و شما با دیده قدر نگریسته میشه و مسلما این قابل قدر است. سپاس از شما رضا رفعت، استاد دانشگاه.